امرا انجینر صاحب، انجینر صاحب یک رقم خود پیچانده بود خو اینجا هوا سرد است دیگه. گفت باش خود من خود یک آماده کنم امراشون قصه کنیم یک دقیقه گپ بزنیم که گپ از چه قرار است. اول خود یک خود معرفی هم بکنیم انجینر صاحب. خوب هستید؟ قربانتان. سلامت بخیر هستین. تشکر. شعبان جعفری هستم از ولایت غزنی. در شرکت به عنوان سرویر وظیفه دارم. قربانتان. انجینر صاحب عزیز، اول خو ایره به ما بگو که اینم اینجا چی رقم یک دروازه برقی ساخته میشه؟ این دروازه برقی کابل قندار است دیگه. بله، در اصل دروازه کابل قندار میشه، خو به حساب قندار هم یک دروازه جور میشه در اون طرف هم. دیگه اینجا یک دروازه است به حساب چول پلازا گفته میشه و دارای 6 لاین سرک است که در اینجا به حساب تکس و حساب از مترا گرفته میشه. خیر ببینی، تول پلازا یعنی هم مسئله حق العبور میشه نه؟ بله، همی تول که است در اصل به معنای همی حق العبور میشه و پلازا هم ساحهش به حساب هم چیزا گفته میشه. خیر ببینی، به خیر باشی. یعنی مترایی که از اینجا میره طرف قندار هم از طرف پای که آمدن پیسه باید بتن، هم تول میشه پیسه میتن، اما تو وزنش؟ نه، به حساب وزن نیست. تول یک کلمه انگلیسی است که به حساب اما حق العبور هم چیزا معنا میده. یعنی نمی که مصرف اینم که از سرک میره دیگه حق العبور بتاته. در اصل ساخت خود از ساحه، ساخت خود از دروازه و همچنان ترمیم سرک تا غزنی است، همچنان تا خود قندار ازمی حق العبوری که از اینجا گرفته میشه نظر به می ساخته میشه. بخیر باشید. بسیار تشکر. در گذشته خود یک چیز یک دروازه نبود نه؟ نه، دروازه سابقه که در افغانستان داشته باشه نیست. تقریبا در افغانستان اولین دروازه است که اینجا ساخته میشه و در کشورهای همسایه ما بودن هستن. در کشورهای همسایه بدون شک از وطن خود ما خو همیشه میگفتیم که یک چیز باشه که بیادر حداقل. یعنی انجینر صاحب، این دروازه که ساخته میشه به این معنا که تنها معقل عبور گرفته میشه دیگه، تو کدام چک امنیتی و که چک بکنن اتو مسائل نیست؟ نه، اون مسائل بعدا شاید پلان های دولت باشه که اینجا به حساب دروازه میشه یا به حساب پوسته و حسابایشون هم شاید باشه به حساب چک امنیتی و همچنان همی حق العبوری که میگیره برای دولت و برای ساخت از همی ترمیم بعدی از این سرک ها استفاده میشه. بخیر باشین. اینا ای گپ هم واضح ساختن و یک موضوع دیگه همی که همی موترهای خرد و کلان دیگه از اینجا که تیر میشه پیسه بتا باید. بله، شامل همه موترها میشه، موترهای شخصی و همچنان موترهای لاینی که است خرد و کلان شامل همه موترها میشه. بخیر باشه. هر موتری که از سرک استفاده میکنه شامل همه موتر میشه. تشکر. اینمی جای همی فعلا چند نفر کار میکنه مصروف کار است؟ امروز چون میبینین که هوا سرد است، سرد است، همچنان برفی است، کار نمیشه و یک تعداد کمی کارگر آمدن به خاطر صفایی ساحه و حسابا. به تعداد 10 نفر هستن اینجا. بسیار تشکر. امروز 10 نفر آمدن و پیشتر هم چوکیدار گفت یک 3 ماه میشه کار را شروع کردیم. چند فیصد کار پیش رفته فعلا خودتان اگه توضیح بده؟ فعلا تقریبا کارهای مشکل ما که از کارهایی که وقتگیر است و کارهایی که سخت است تقریبا 80% پیش رفته. دیگه کارهایش زیاد وقتگیر نیست که تقریبا بعد از بسکورس و آسفالت سرکایش است و به حساب تراساس که اونا زیاد وقتگیر نیستن. مشکل ما همی مشکل کانکریت است. فهمیده که هوا سرد است فعلا، در هوای سرد اجازه نمیتن همی هم به حساب قوانین انجینری و هم انجینر صاحبای وزارت ما که هست اجازه نمیدن. ما کار کنکریت ما از 10 شروع میشه تا 2 بجه روز ختم میکنیم، تقریبا 4 ساعت میشنه. با مو حساب کار ما که هست فعلا سلو پیش میره. سلو یا آهسته پیش میره. قربانتان. خب هر منطقه واز مو لجه که شیرین خدا داره. انجینر صاحب هم که ما بسیار وطنی صحبت کردن، خانه شان آباد. یعنی که فعلا 80% کاری سرک تکمیل شده دیگه، چیزی نمانده. بخیر. چیزی نمانده دیگه، به حساب کارهای بعدی از حساب بسکورس است، آسفالت است که فکر نکنم برای امسال شوه. بخیر، در بهار آینده انشالله کارهای ازی پیش میره. یعنی که توقف میکنه دیگه، تکمیلش دمای عمل خود شد. حتما. همون یک چیزه. به خاطر که هوا سرد شده نه بسکورس هم استفاده نمیتونم اینجا دیگه، تقریبا کارهای کنکریتی و حسابا که هستم نمیشه اینجا. بیا توکل. ساحه کوهستانی است، هوا سرد است، نتیجه نمیتده. خیر باشین. بیا توکل به خدا.
همی ما مردم باید خوش باشیم. این بر اولین بار است که دروازه برقی کابل قندار ساخته میشه. بله اولین بار است و انشاءالله از این به بعد یک تعداد دروازه های دیگه است که زیر کار است. زیر کار است و پلان های بعدی است انشاءالله جور میشه. بخیر باشه. شما مربوط وزارت شهرسازی میشه؟ نه وزارت فایدامه است. خب فایدامه ببخشید. بسیار تشکر اینجنر صاحب. کدام گفتنی بر مردم داری؟ خواهش میکنم. گفتنی ما برای مردم این است که همه اطفال و جوانای خود کوشش کنند که درس بخونند، تعلیم کنند. چون یک جامعه که تعلیم کرده باشد، تحصیل کرده باشد، در اون جامعه جنگ نیست، خشونت نیست. و کوشش شود که در عرصه تعلیم و دانش اطفال خود کوشش کنند. تشکر. بخیر باشین اینجنر صاحب. یک خواهش و تمنا و به حساب یک درخواستی که از امارت اسلامی داشتیم که در عرصه همه تعلیم و تحصیل خواهرای ما که فعلا مسدود است مکاتب و دانشگاه یک توجه کنند. امرسانی بند است. اگرچند که حرف ما خوشنیده نمیشه خواهی بازم یک کوشش خودم میکنیم یک حد توان ما خواهش خودم میکنیم خواهش خودم میکنیم که چی میشه. سر تشکر اینجنر صاحب. موفق باشید. بخیر باشید.